اگرچه علی شمخانی ملاقات با مقامات سعودی را تکذیب کرده اما مذاکره میان ایران و عربستان با وساطت عراق ادامه دارد این بار سه منبع عراقی تایید کردند که یک مقام ایرانی و یک مقام سعودی در بغداد با یکدیگر دیدار کردند اما تقریبا همزمان در تهران یک منبع مطلع از داخل شورای عالی امنیت ملی گفته است هیچ گونه ملاقات یا تماسی میان دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با مقامات عربستان سعودی انجام نشده و برنامه هم در این رابطه وجود ندارد خود خبرگزاری های جمهوری اسلامی یادآوری می کنند که طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر دیدار علی شمخانی با عادل الجبیر منتشر شده بود عادل جبیر در حال حاضر سمت وزیر مشاور در امور خارجی را دارد گفتگو میان مقامات ایرانی و سعودی در زمان حسن روحانی به طور محرمانه آغاز شد و بعد کم کم از سوی مقامات رسمی به تایید رسید ظاهرا دولت رئیسی هم همان راه قبلی را ادامه میدهد در این میان عراق به عنوان واسطه گفتگوها نقش بسیار مهمی را به عهده گرفته است جنگ یمن و پشتیبانی ایران از شیعیان و اوسی یکی از مهمترین مسائلی است که باید میان تهران و ریاض حل شود علاوه بر این ملک سلمان پادشاه عربستان طی سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل تاکید کرد که ایران نباید صاحب سلاح اتمی شود در این حال ملک سلمان گفت ایران یک کشور همسایه است و ما امیدواریم که گفتگوهای ما به نتیجه ملموس و به بازسازی اعتماد برسد